ما رو ردیف کردن اونجا، گفتن همه لخشی، 10 تا 10 تا این کارو داشتن میکردن، لخت مادرزاد بعد میشدیم. خب بچه ها خوش اومدیم به قسمته، همین قسمته داستانه. آره دیگه، داستان با تینا شروع کردم، دفعه سومو کردیم داستان تعریف میکنیم، داستانه که نشدیده و جالبه از گذشته رو واسش تعریف میکنم. داستان زندان رفتنمو نمیدونی ها؟ ببینم قسم واسه بگم. نه فهم میدونم مثلا رفتی، ولی اولش اصلا فکر کنم بخاطر رپ و اینا بود. به خاطر رپ؟ نه فکر کنم ایران، ایران. ایران نه، بازداشتگاه نرفته بودم، زندان نرفته بودم. آره میدونه که رفتم، میدونه که چرا رفتم، ولی جزئیاتش نمیدونم. یادم رفت چرا رفتم یا نه. ببین خب چم این اصلش بود که پریزن رفتم و زندان خفنه و مثلا زیاد طولانی تر بود، این بود. مثلا شده دفعه دیگه هم رفتم به خاطر کارهای حالا چی؟ واقعا؟ اونا حالا بعد میتونم بهت بگم. نه از یه بار بیشتر رفتی زندان؟ آره ولی مثلا یه روزه و اینا. برای چی؟ حالا بهت میگم اونا هم جدا جدا. این مامان دینا رو نمیدونم. این بدترینش بود، بیگناه بودم، این مهمه. اون یکی ها رو بازداشت شده بودم، اون یکی زندان نبودم، اداره پلیس دیگه. بابام اینا الان میبینه. نه نه کار بدی نکرده بودم، به خاطر کار خیر بود. بعد 11 سپتامبر که حمله شد به برجای دوقلو تو نیویورک، گفتن که کسایی که مثلا بین این سن تا اون سنن اقامت هم نداشته من از این کشور، بیاین میخوام باشه این مصاحبه بکنیم، کسایی که بین این سن تا اون سن و فلان کشورن. و جالبه اینکه هیچ کی از کشورهایی که هواپیما رو دزدیده بودن و زدن تو برجای دوقلو تو این لیست نبودن، مثلا ایران بود، لبنان بود، نمیدونم فلان بود اینا. خلاصه رفتیم اونجا، گفتم میخوام با مصاحبه کنیم، با تو سوال داریم ازت. منم رفتم ساختمون فدرال اورنج کاونتی اونجا و چند تا مامور اف بی آی رفتم توی اتاق، گفتم بفرمایید بشینید اینجا، دو تا مامور بودن من اون ور میز نشستم، شروع کردن سوال کردن، کی اومدی، چی کاره ای، اینجا چیکار میکنی، چرا اومدی، چطوری اومدی، راجب ایران سری سوال پرسیدن در حد 5 دقیقه. 5 دقیقه شد و گفتم اوکی تمام، پاشو وایسا، گفتم اوکی دیگه دارم میرم خونه. 19 سالم بود، فامیلم اونور پشت شیشه بودم میدیدم، مثلا مادرم و داداشام و یه پسر خالم اونجا بود و اینا. گفتم پاشو، گفتم اوکی دیگه مرسی خوش اومدین، پاشدم. گفت اوکی استند اپ، بعد گفت دستاتو بذار پشتت، دستم گذاشتم پشتم، دستبند زد. مشکل داری، مشکل داری. گفت با ما بیا. گفتم چرا؟ مادم بذار پرسش کنم، مقاومت کنم اینا. گفت مقاومت نکن، چیزی نیست، ولی باید بریم. ما رو بردن توی اتاق دیگه اونجا تا ساعت 4-5 صبح اونجا بودم. تا 4-5 صبح یه مأمور دیگه اف بی آی اومد که شروع کرد از من سوال پرسیدن. حالا سواله عجیب غریب که کی میدونه جواب اینا رو که بخواد بده. سوالا مثلا مامان بزرگ، بابا بزرگت اینا تو چه مسجدی میرفتن توی ایران؟ جزو کدوم فرقه اسلامن؟ شیعه اینن یا اونن؟ میگن بابا اصلا اینجوری چه میدونم، حالا من مامان بزرگ نماز میخوندم، اینجوری مذهبی چیز نبودن که یا هر کی چه میدونم اصلا مسجد کی میدونه کی میرفته مثلا. ایران این سوالا رو میپرسن. آره دیگه مدلی بود. آخه اون موقع میدونی اوضاع کشور خیلی ریخته بود، منم چون هم چیزی نبوده که تو خود خاک خود آمریکا حمله بشه، برای همین ریخته بود به همون. خیلی ترسیده بودن از این داستانای تروریستی، میخواستم مطمئن، چون از داخل آمریکا هم شده بود، میخواستم مطمئن شن که کسی دیگه نیست که مثلا تروریست نباشه اینا. ولی خب کوسوشر بود، چون که اصلا ایرانیا که این کارو نکرده بودن که چرا ایرانیا رو میگیرید مثلا، میدونی مشخص بود مال سعودی بودن و پاکستان و اینجور کشورها. ولی به اونا کار نداره، چون چه جون رابطه‌شون با سعودی اینجوریه، کاری نداشت. هیچ دیگه زره اومد کلی از من دوباره سوالای عجیب غریب پرسید و اینا. بعد اون ازم پرسید که حالا قبلا دستگیر شدی، بازداشت شدی اینجا؟ من گفتم نه. که رفت چک کرد و گفت چرا دروغ گفتی به؟ گفتم خب من چارج نشدم، منو گرفتن، ولی من دلم کردم چیزی نشد. گفت من ازت اینو نپرسیدم، گفتم گرفتنت یا نه و اینا. شو کردی بعدش چی گرفتی من؟ ها ببین برنامه تو برنامه قاطی نکن. نه اونا رو خواست، اونا تو برنامه دیگه میتونم بازداشتامو. با پلیس خیلی برخورد داشتم من از سن 15 تا شاید 22. چرا؟ خب جوون بودیم دیگه. نه چه میدونم، تو شهری که زندگی میکردم شهر خیلی گیری بودم، شهر خیلی سیفی بود و اینا، و ما چون ایرانی بودیم هی بهمون گیر میدادن اینا. بعد چی کار میکردی؟ جدی میترسم بابا. بزن داستان اینو بگم بچه حالا منتظرم چه اتفاقی افتاد. کلی سوال پرسید و گفتم دیگه الان پرسیده دیگه میریم خونه. همونو ترانسفر میکنن زندان سنت آنا، یه شهر تو اورنج کاونتی، که اونجا زندانا از این مدلا بود که سلول سلول دو نفر دو نفر توش میبینن، پنجره نداره، یه باریک هست که یه ذره نور از توش میاد و درم همونجوره. رفتیم اونجا، من هم سلولیم یه پسر لبنانی بود، دانشجو مانشی بود، بدبخت اومده بود اینجا، و کسایی که گرفته بودن کلا، حالا میگم اینو جلوتر تو داستان میگم، آدمای واقعا خیلی متشخصی بودن که برای سفر اومده بودن، همه رو گرفته بودن. و اونجا بود که تازه هیت هم کرد تو اون سلوله که بودیم، قشنگ دیگه تخت دو طبقه داشت و از این توالتا که
چیزی شده نمیشه فلزی ها اینا و گفتم من درو نمیتونم الان باز کنم برم بیرون و با این تم کرد و چون یه موقع یه کاری کردی میدونی که واسه اون کاره گرفتنت قراره پس فردا بری دادگاه قاضیو میبینی یه حکمی بهت میدن تمام میشه میره ما رو بدون حکم گرفته بودن و نگرانی از این بود که خب حالا چه اتفاقی میفته بعد از این و ما رو کجا قراره ببرن تا کی اینجام هیچی معلوم نبود خیلی اوضاع کشور قرواتی بود دو روز اونجا بودیم و گفتن که میریم که فردا بیل بهش میان پولی که میذارن بیای بیرون وثیقه رفتیم اونجا و گفتم وثیقتون اونجا مشخص میکنیم حالا وثیقه یه دونه دونه داشت در میومد 1000 دلار 2000 دلار فلان مال من گفتم 20000 دلار وثیقه رو اون موقع مثلا پول نداشتم که بدم خودم کار میکردم تنها زندگی میکردم خرج خودم خودم میدادم غیر قانونی تازه تو آمریکا میدین کار خیلی 20000 کار میکردم که نه بعدش اینا رو نگو کار بعدی نمیکردم کار خیر بود بعدش غیر قانونی میکردم خب بعد شغل غیر قانونی داشتم اجازه کار نداشتم حالا فهمیدم دراگ دیلر بودی نه دراگ دیلر نبودم بعدش یه بیل گذاشتن و اینا ما رو ولی قبل که اجازه بدن بیان بردنمون همه رو پریزن یا همه فهم ما فکر میکردیم ما رو ول میکنن همه رو میبردن از این اداره پلیس و این زندان به اون یکی سنت انا جیل رفتیم وستمینستر جیل از اونجا آوردن دم ساختمون زندان فدرال آمریکا یه سری ها رو پیاده کردن دیپورت کردن همون موقع که من ترسم از این بود چون ما سرباز بودم گفتم برم ایران الان چیکار بکنم من میدونی ایران دیپلم هم نگرفته بودم دوم دبیرستان بود دفعه آخری که اومدم از ایران اومده بودم بیرون سرباز میشدم یعنی خیلی ضربه میخورد به زندگیم دیگه بعد در سالا نمیتونم بیام یه سری ها رو پیاده کردم و گفتم اقلا ما رو دیپورت نکردم بردنمون لانکستر مکسیموم سیکیوریتی پریزن یعنی اون پریزن ها که تو فیلم ها میبینی که مکسیموم سکیورتی دیگه یعنی سنگین ترین خلافا رو میبرن اونجا بردنم توی سوله‌ای که توش 60 70 نفر بودیم مثلا دوشامون وسط بود تختا دور بود ما حدود مثلا نمیدونم اون گروه ما ایرانیارم دسته‌بندی کردن تو چند گروه مختلف اونجا ما خیلی بردن فیلم کردن وارد زندان که شدیم شروع کردن اینا یاد گرفتن فوش میدادن به فارسی خفه شو گم شو ای بچه مثلا قبول کن یکم بی ادبی به خدا 18 19 سالش بیشتر نبود میدونی چی میگم اگه بیرون زندان بود مثلا خب چکیش میکردم یارو زندان هیچ نمیتونه بگه یارو اومدن مردم 70 خورده سالش بود اومده بود دکتر بود از ایران اومده بود دخترش رو ببینه اینجا یه سر بزنه نمیدونم اون یکی تو رستوران کار میکرد اون یکی دانشجو بود همه ایرانی های مختلف بودن ما رو ردیف کردن اونجا گفتن همه لخشی 10 تا 10 تا این کارو داشتن میکردن دخت مادرزاد بعد میشدیم اینا هم نگاهمو میکردن و بعد میگفتن خمشین سرفه کنین چون زندان این میکنن این کارو خب از اسلحه گرفته تا مواد قاطی میکنن تو که بیارم تو زندان اصلا من میتونم بگم والله اصلا اینا که حالا مسلسل مثلا کلاشینکوف نمیزونه میکنه تیاری ولی واو. چیزایی که به عنوان چاقو بهش استفاده کرد زیاده خب چیزایی که تیزه بیش... دخترها بیشتر توی چون یه ذره جاش بیشتره میتونن این چیزایی میزنن میارن دیگه میگن مواد بزرگترینشه ولی خب سلاح سرد و کوچیک میشه قایم کرد هیچی میگن برگرد خم شو سرفه کن ببینن چیزی قایم کردی نکردی دیگه این داستانا بود بعد حالا من واقعا میگم حالا من به درک حالا مرد یارو مهم نیست زنم بود مهم نبود ولی خب میگم یارو پیرمرده رو بغلم بغلم پیرمرده بغلم وایساده بود اون که اومده بود دخترش رو ببینه و برگام ریخته بود یعنی چه زنم مثلا... بود مهم نیست میگم حالا من لخشی مثلا چیز مهمی نیستش میدونی چی میگم ولی یه یارو پیره مردی که از ایران اومده دکتر آدم متشخص آدم حسابی اومده دخترش رو ببینه چند هفته برگرده ایران دلم واسه اون میسوخ که پیره مرده 70 که نه و بیشتر 80 هم بیشتر آره همه کنندن لخچی هم مهم نیست چون زن دلاشی رو چرا حالا نه اتفاقا من خیلی چیز بودم با وقار دستم بود نشتی خونم بابا اصلا زندان که تو زندان مرده بود اصلا زنی نبود بود من فکرت رو منحرف کردم منظور این بود که حالا بیگ دیل نبود گفتیم به درک انگار تو چه بودم باشگاهیش هرچی ولی مرده خب بده دیگه خمش و سرفه کن فلان داستان ولی منم خیلی رو مخم بود مثلا این یکی بود بچه سال بود خیلی فوش مش میداد و اینا و ما هم هیچ کاری نکردیم الان میگم یه کاری کردی میگه اوکیه ولی وقتی هیچ کاری نکردی خیلی زور داره خواستم بزنم یعنی یعنی بتره کنم یعنی صورتشو بیارم پایین ولی خب نمیشد بعد هیچ دیگه اونجا بردنمون توی زندان یه سوله گنده بود که آره میگم دوشا وسط بود دور بود کثافت من قاطی هم شده بودیم نصفش مثلا کسایی بودن اصولا بیشتر مکزیکی بودن کسایی که حالا واسه قتل و دراگ دیلینگ گنده کسایی مثلا بهش میگفتم چیکار کردی که ما کاری نکردیم ما 500 پوند مثلا وید داشت یکی دو تا واسه قط بود ولی کول بودن اونجا اونا تو ما رو گشتم تو اتاقی که کسایی که دارن از توم سلول فلزیا میان بیرون میرن تو زندانه بزرگتر که تعداد بیشتر آدم هست دارن آماده میشن که از زندان ریلیس بشن تو 2-3 ماه آینده آزاد بشن یه سری هم داشتن دیپورت میکردن که برمیگردن مکزیکو یارو میگه قرار لوت تو مثلا گفت مثلا مهمی 2 هفته دیگه برمیگردم آمریکا از مرز خیلی سرد بود اونجا و پتو مثلا چه میدونم پتو خیلی نازکی بود که دستش همه چی رد میشد و یه چیزی مثلا پیشنت شدی من نمیتونم
اینجا زندان. چاره نداشتیم چیو. منم استرس زیاد داشتم و باز میگم بیشترین استرسم رو گفتم توی زندان بمونم ولی الان نفرستنمون ایران که گیر بکنم دوباره اونجا و داستان پیش بره. بعد یادت کردم اونجا مثلا حالا تایم کمی بودی فکر کنم ولی مثلا دست مس مثلا اذیت کردم. نه جدی آخه دست مس چیه؟ نه با کسی دست مس نداره اونجا. نه یاد نیست خودت گفتی من داشتیم اینجور حرف زنی زندان مثلا زن و مرد و بچه ریپ میکنن تو زندان اون هست آره اون هست وقتی مثلا توی زندان های میکنن دیگه بیچاره آره توی اون زندان هایی که مثلا ببین وقتی وارد زندان میشی دو تا چیز داری من نگرم کسی تو رفقای نه کسی خیارت رو میری تو اولا باید بچ باشی میدونی چی میگم یا باید بری توی گنگی جوین کنی یا با سیاه‌پوستا با مسلمونا با سفیدا با اینا چیز بکنی جوین بکنی مثلا که پروتکشن داشته باشی خب تو زندان وقتی میری توی گنگی توی گروهی باید وارد بشی خب ولی خب روز اول اگه از خودت ضعف نشون بدی از اتفاق ممکنه بیفته ولی زندان ما کلا داستانش فرق داشت میگم پریزن خیلی هاردکور خفن عجیب غریبی بود ولی که ما توی سلولی بودیم که مثلا میگم ما 30-40 تا ایرانی با هم بودیم میدونی وقتی اونجوری اتفاقی نمیافته ولی خب اگه بری مثلا تو یا کسایی که اگه بچه بازی کرده باشی تجاوز کرده باشی اگه اونجوری باشه چیزشون میکنن یه اتفاق ها میفته خلاصه چون عدمون زیاد بود دیگه شروع میکنیم حتی با یه سری از این مکسیکی ها رفیق شده بودیم مثلا ورق بازی میکنیم روزا داستان ها رو تعریف میکنم واسه هم خیلی جالب بود که چه اتفاقی میفته حدود دو هفته اونجا بودیم دیگه غذای بدترین غذای ممکن و زندان آمریکا معروفه دیگه خیلی بده مثلا چیزی که آمریکا زندانش بهتر فرما خیلی بده زندانش با نروژ هم که میگم از این پولا یه تفریح داشتیم ولی خب اونجا رو از اون زندانه بیشتر دوست داشتم زندان اولیه با اینکه لایت ویت تر بود یعنی مثلا توی سلول بودیم ولی نه اتاق خیلی کوچیک بود و مثلا پنجره نداشتیم نمیتونستی بریم خیلی بد بود اینجا اولا یه سوله گنده بود می رفتیم میگم چه می ورق بازی میکردیم حرفی میزدیم میرفتیم بیرون یه هوایی میخوردیم تو طول روز دیگه تا رسید به دو هفته انقدر مردم تظاهرات کردن و پروتست کردن و اینا اجازه دادن که وثیقه‌مون استفاده کنیم و بیایم بیرون که دیگه بعدمون هم من دادگاه 8 سال طول کشید تا من بعد از اون کارا اقامتمو بگیرم آقا رفتیم و اومدیم و دادگاه و خیلی رنسش واقعا خیلی خیلی فشارون بود موقع خیلی استرس بود چون فکر کنم خب یه مدت خیلی طولانی نه اجازه داری تصدیق بگیری رانندگی بکنی نه اجازه داری کار بکنی نه چه اینا هیچ کدومشو نداشتم دیگه بعد کارهای شغلی می‌کردم که زندگیم بگذره و فلان اینا و دیگه رپ فارسی هم موقع بود که شروع کردم رپ کردن و اینا انقدر فشار اینا رو بود خیلی اونا باعث شد که بیشترم بخوام انجام بدم داستانو دو هفته بودی زندان آره تو اون زندان دومی دو هفته تو اولیه دو روز بود یکی چیز دیگه این وسطای رفتیم اومدیم و خلاصه این بود داستان زندان ما الان که خیلی گذشته میگم اوکی چون یه تور از زندانهای مختلف گرفتم بدون اینکه مجبور شم حبس طولانی بکشم و تجربه جالبی بود خلاصه چه تجربه جالبی بود. خب دیدم دیگه میدونم چیه. میدونی حالا ایران بازداشت گرفتم زندان نرفتم ولی خب اینا رفتم میدونم چه خبره دیگه. خلاصه بچه دمتون گرم که مهمون ما بودید با این داستانو لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره نظرتون رو بنویسید. دوستتون داریم تا برنامه بعدی.